بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، عزیزان همیشه همراه، سلام و عرض ادب و احترام دارم. سعادتمندیم که خدمتگزار شماییم از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم از برنامه سرزمین عشق، برنامه‌ای که با موضوع دین، آرامش، زندگی خدمت شما عزیزان موالیان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیم میشه با حضور استاد بزرگوارم استاد سید مجتبی علوی، که خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب و احترام دارم. سلام و علیکم السلام، خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در هر جای این کره خاکی که هستن. خدا خیرتون بده. میدونم که چشم ها و دل هاتون منتظر سلام دادن محضر امام خوبی ها امام حسین علیه السلام هستش. قبل از اینکه بریم محضر امام حسین، میخوام از حضرت آقا سوال کنم کربلا چه خبر؟ خیلی ها توی این برنامه انتظار و توقعی دارن که از حال و هوای کربلا مطلع بشن، دلشون رو روانه کربلا بکنن. شمایی که توی کربلا هستید برای بینندگان بگید کربلا چه خبر؟ کربلا حقیقت امروز که قبل از اذان مغرب مشرف شدم حرم، خب عصر جمعه است، طبیعتش یه حالت دلگیری داره. طبعش هم اینه که بالاخره به گفته بزرگترها تنزل روحی حالات امام معصومه، اون روزی که توقع ظهور حضرت هست و غروب میشه و اذن ظهور نمیاد، طبیعتا دل حجت خدا میگیره، دل عالم به تبع حضرت میگیره. خیلی با احتیاط، خیلی نمیدونم چرا دلم میخواست شاید زمان بیسته که شاید این لحظات آخر یه ترحمی خدا بکنه. اصلش این که بالاخره خود فرج، اون چیزی که خود حضرت منتظرشن، اون واقع بشه و اینکه بالاخره به عنوان یه شیعه، به عنوان یه محب، به عنوان یه کسی که ادعا نمی‌کنیم خیلی اونجوری که باید آداب انتظار رعایت کردیم، اما تمام تلاشمون رو گذاشتیم که مورد رضایت حضرت باشه. البته نقص زیاد، اعتراف می‌کنیم و هر موقعی هم که با حضرت صحبت کردم، درد دلای خودم رو کردم، بهشون عرض کردم، گفتم که پدر جون، من اون توقیع شریف شما که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، خودتون فرمودین که این فاصله به خاطر اعمالیه که کراهت داریم و میدونم یه سرش هم خودمم، اما شما مهربون تر از این حرفاین، به نفهمی ما، به ندونم کاری ما قطعا پدرانه نگاه میکنین، قطعا با اون دید مهربانتون. خیلی دلم میخواست این غروب طولانی تر میشد، شاید اذن ظهور میآمد. هرچند ما برای دعا کردن و درخواست از حضرت هیچ تایمی رو قرار نمیدیم، اما خب بالاخره طبق همون زیارت خودشون که یوم الجمعه یوم یتوقع فیه ظهورک، دلمون میخواست که این جمعه‌ای که شبش رو با هم دیگه نشستیم و صحبت کردیم و از بیبی درخواست دعا کردیم، امروز هم اون صدای ملکوتی رو بشنویم که خب نشد. البته ما هستیم و انتظار و وظایفمون در دوران غیبت، انشاءالله که بتونیم اون جوری که شایسته شرایط انتظار هست و وظایفمون که به عهدمون هست در قبال امام زمان اون انجام وظیفه بکنیم. همیشه به عمو جانم حبیب عرض میکنم که در جایگاهی که شما قرار داشتید و برای امام زمانتون خوب کار کردین، دعا بکنید که ما هم بتونیم برای امام زمانمون خوب کار بکنیم. خدا خیرتون بده. دیشب براتون یه پیام فرستادم، برای بیننده هم بگم. دیشب بعد از برنامه که شرف شدم محضر ابا عبدالله حسین علیه السلام و زیارت شب جمعه، یکی از دوستانمون که از صبحش ندیده بودمش رو دیدم که با بچهشون دارن میرن حرم. گفتم چه عجب، اون چه هم دیگر دیدیم کجا حرم رو راه افتادیم، ما هم رفتیم حرم. یه بچه 3-4 ساله دارن، سید موسای عزیز، که از همینجا سلام میکنم بهشون. گفتم چه عجب،
بچه دار شدی؟ داری بچه داری میکنی؟ گفتش که بچه هم گیر داده که بابا منو ببر حرم، برام گل بخر، فردا میخوام بدم به امام زمان. خیلی دلم ریخت، خیلی منقلب شدم که یعنی میشه فردا صبح فرج باشه و این کودک هم به معصومیت کودکانش بالاخره از یک منبع نوری دریافت کرده باشه که فردا باید با گل به پیشواز آغاش بره. دیشب شد شب بیقراری حد اقل واسه اما یک جمعه دیگه هم گذشت و غم فراق یار همچنان باقی است. دلهامون رو روانه حرم سید الشهدا علیه السلام میکنیم. هر کجای این کره خاکی که هستید بیایید همه با هم محضر ابا عبدالله گردنهامون رو کج بگیریم، دستهای خالیمون رو محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشون بدیم و آقامون رو شفیع قرار بدیم در خونه خدا که یا الله از باقی مانده زمان غیبت بگذر و رحمی به بچه شیعه ها بکن. یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظهور الحجه، آمین رب العالمین. صلی الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، اونهایی که آرزوی قدم زدن توی بین الحرمین دارن آروم آروم از گنبد و بارگاه آقا عبدالله الحسین علیه السلام دلهاتون رو روانه حرم آقامون ابوالفضل العباس بکنید، به پای دل طی طریق بکنید در بین الحرمین تا سلام بدیم محضر آقا قمر منیر بنی هاشم. امام صادق علیه السلام فرمودند کان امن العباس ابوالفضل صاحب همه فضائل، آجان به آقایی خودتون به فضائل خودتون رحم کنید بر حال ما. صلی الله علیک و علیک السلام یا قمر الاشیره یا ابوالفضل العباس و رحمت الله و برکاته. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. و همه دعامون ضمن فرج آقامون حجت ابن الحسنین باشه که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، عزیزان همیشه همراه، سلام و عرض ادب و احترام دارم. سعادتمندیم که خدمتگزار شماییم از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم از برنامه سرزمین عشق، برنامه‌ای که با موضوع دین، آرامش، زندگی خدمت شما عزیزان موالیان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیم میشه.
با حضور استاد بزرگوارم استاد سید مجتبی علوی که خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب و احترام دارم. سلام. علیکم السلام. خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در هر جای این کره خاکی که هستن. خدا خیرتون بده. میدونم که چشم ها و دل هاتون منتظر سلام دادن محضر امام خوبی ها امام حسین علیه السلام هستش. قبل از اینکه بریم محضر امام حسین، میخوام از حضرت آقا سوال کنم کربلا چه خبر؟ خیلی ها توی این برنامه انتظار و توقعی دارن که از حال و هوای کربلا مطلع بشن، دلشون رو روانه کربلا بکنن. شمایی که توی کربلا هستید برای بینندگان بگید کربلا چه خبر؟ کربلا حقیقت امروز که قبل از اذان مغرب مشرف شدم حرم، خب عصر جمعه است، طبیعتش یه حالت دلگیری داره. طبعش هم اینه که بالاخره به گفته بزرگترها تنزل روحی حالات امام معصومه، اون روزی که توقع ظهور حضرت هست و غروب میشه و اذن ظهور نمیاد، طبیعتا دل حجت خدا میگیره، دل عالم به تبع حضرت میگیره. خیلی با احتیاط، خیلی نمیدونم چرا دلم میخواست شاید زمان بیسته که شاید این لحظات آخر یه ترحمی خدا بکنه. اصلش این که بالاخره خود فرج، اون چیزی که خود حضرت منتظرشن، اون واقع بشه و اینکه بالاخره به عنوان یه شیعه، به عنوان یه محب، به عنوان یه کسی که ادعا نمی‌کنیم خیلی اونجوری که باید آداب انتظار رعایت کردیم، اما تمام تلاشمون رو گذاشتیم که مورد رضایت حضرت باشه. البته نقص زیاد، اعتراف می‌کنیم و هر موقعی هم که با حضرت صحبت کردم، درد دلای خودمو کردم، بهشون عرض کردم، گفتم که پدر جون، من اون توقیع شریف شما که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، خودتون فرمودین که این فاصله به خاطر اعمالیه که کراهت داریم و میدونم یه سرشم خودمم، اما شما مهربون تر از این حرفاین، به نفهمی ما، به ندونم کاری ما قطعا پدرانه نگاه میکنین، قطعا با اون دید مهربانتون. خیلی دلم میخواست این غروب طولانی تر میشد، شاید اذن ظهور میآمد. هرچند ما برای دعا کردن و درخواست از حضرت هیچ تایمی رو قرار نمیدیم، اما خب بالاخره طبق همون زیارت خودشون که یوم الجمعه یوم یتوقع فیه ظهورک، دلمون میخواست که این جمعه ای که شبش رو با هم دیگه نشستیم و صحبت کردیم و از بیبی درخواست دعا کردیم، امروز هم اون صدای ملکوتی رو بشنویم که خب نشد. البته ما هستیم و انتظار و وظایفمون در دوران غیبت، انشاءالله که بتونیم اون جوری که شایسته شرایط انتظار هست و وظایفمون که به عهدمون هست در قبال امام زمان اون انجام وظیفه بکنیم. همیشه به عموجانم حد یه جاده انحرافی بندازیم. وقتی هم تو جاده انحرافی هستیم، تا موقعی که خود جاده اصلی رو داریم میبینیم میدونیم مسیر اشتباه است، اما مترصد یه راه خروجی هستیم که برگردیم. خدا نکنه که یه موقعی انسان اون مسیر اشتباه رو انقدر بره که دیگه جاده اصلی رو هم نبینه و بعد کم کم باورش بشه که مسیر همینیه که داره میره. متاسفانه به گرفتاری های عصر غیبت یه جوری عادتمون شده و فکر میکنیم زندگی همینیه که ما داریم انجام میدیم. بارها به دوستان عزیزم گفتم اگر یه مقدار روایات و شرایط بعد از ظهور رو که به ما وعده کردن و تعریف کردن برامون، اگر اینها رو یکم روش مطالعه بکنیم، واقعا میفهمیم اون که الان هست زندگی نیست. زندگی بدون حجت خدا زندگی نیست. عادت کردیم به اون مسیر انحرافی که افتادیم صبحی بلند شیم و زندگی رو انجام بدیم. ما گاهی اوقات صبح تا شب یه سلام خیلی ساده ام به پدرمون نمی کنیم. انا و علی ابوا هذه الامه، امروز مصداق شجت بالحسن.
خودمون دیدیم تو زندگی خودمون، وقتی یه بچه صبح بلند میشه به والدینش سلام نمیکنه، تا موقعی که سلام نکرده خیلی تحویلش نمیگیرن، اما همین اندازه که سلام میکنه بغلش میکنن، تو بغلشون مینشونن، یه لقمه نون پنیر گردویی دهنش میذارن، صبحانه ای بهش میدن. صبح تا شب بلند میشیم، انقدر تو این جاده فرعی خودمون رو غرق کردیم که اصلا فراموش کردیم از جاده اصلی خارج شدیم و نمیشود برگشت الا این که لحظه به لحظه مون رو مأنوس کنیم با حجت ابن الحسن، لحظه به لحظه دست به دامن پسر نرجس خاتون بشیم که خود حضرت این زندگی که مورد رضایت و نظر خودشونه برای اون ایجاد بکنه. انشالله که به برکت این دعای فرجی که زمزمه خواهیم کرد با همه دوستداران سید و شهدا، با همه کسانی که قلبشون میتپه بر آقام امیرالمؤمنین، تک تک این فرزندان بزرگوار تا حجت ابن الحسن ارواح نافدا، خدا رحمی بکنه ولو به اندازه یک ثانیه هم اگر فرج رو به همین دعا جلو بکشیم برد کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تو متعه فیها قبیلا رحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. سعادتمندیم که خدمت گزار شما ایم و شما همراهید با برنامه سرزمین عشق و موضوع دین آرامش زندگی. شبهای گذشته الحمدلله رب العالمین مطالب ارزندهی رو در زمینه ارتباطات داخلی خانواده خدمت شما عزیزان طرح کردیم و مبسوط در موردش توضیحاتی داده شد. اگر که لازمه یک جمع بندی از شبهای گذشته انجام بشه انجام بدیم و وارد بحث جدید و موضوع جدیدی که وعده دادیم بشه. بله، حالا چون چند شب بحث بوده ایراد نداره اگر یه جمع بندی بکنیم که بدونیم تا الان چه مطالبی مطرح شده و کجا بودیم. عرض کردیم خدمت دوستانمون که با توجه به همون شکر و سپاسی که همیشه اول صحبت ها می کردم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و العیمت المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین و البراعت من اعدائهم، سپاس و شکر به این خاطر که در محدوده کسانی قرار گرفتیم که در هر زاویه زندگی که دنبال آرامش و خوشبختی هستیم برامون درس دارن و قبل از همه الگوی ما. برای رسیدن به این سعادت نیازمند یه برنامه هستیم و عرض کردیم که به حکم عقل و روایات این برنامه رو خداوند متعال همراه با خلقت به عنوان دین به ما عنایت فرموده. دو شاخصه اصلی داره، بحث قرآن و عترت، که این دو اگر دستاویز قرار بگیرن زندگی به سمت اون آرامش و شادابی و سعادت پیش خواهد رفت. به عنوان یک پشتوانه و یک ابزار خیلی مهم برای رسیدن به اون سعادت مفصل توضیح دادیم که مشاوری در این قصه لازم است و روایات و استدلالات عقلی رو مطرح کردیم و مشاوری هم که دین تعریف میکنه که بتونه کمکیار باشه در جاهایی که به جهت کم بوده اطلاعات عکس العمل ها و رفتار هامون رو نمیتونیم درست تعریف بکنیم. و گفتیم که این مشاور باید علاوه بر اون ویژگی هایی که داره، وقتی انتخابش کردیم باید مورد قبول طرفین باشه و استمرار داشته باشه ارتباط خانواده با مشاور. و قطعا عزیزان بیننده میدونن که داشتن مشاور صرفا به این نیست که حتما برای گرفتاری و مشکلی پیشش بریم. خیلی اوقات برای اینکه یک کار بهتری رو انجام بدیم، یه روش و یک متد بهتری رو برای یک موضوعی بگیریم، میشه از مشاور استفاده کرد و خیلی خوبه که این ارتباط دائم باش. چون خیلی اوقات شده توی مسیر زندگی به یک چیزهای عادت میکنیم و با اینکه شرایط تغییر کرده ما بر مبنای همون عادت میریم و مشاور چون از قبل در جریان زندگی بوده، میداند، از بیرون ملاحظه میکنه زندگی رو، خیلی اوقات راهنمایی های بهتری میگیره. این که خندم گرفت به خاطر اینکه
یه اگر خانواده ما برنامه رو ببینن این دیگه اعترافیه که من درس میکنم. انقدر در سیستم کارها و درس و بحث و حوزه و دانشگاه درگیر و گرفتار شده بودم که واقعا فراموشم شده بود. همیشه هم خب فکر میکردم بالاخره والدشون هستن و اخویشون هستن و کارها اینا رو انجام میدن. همه چیز هم بر مبنای خوب بود، اما بالاخره خانوادم یک بخشی و یک حقی رو دارن و وقتی هم به کارهای خودم نگاه میکردم میدیدم همش توی همین بحث و درس و به بتالت نیست که بگیم حالا وقتی هست برای اینها نمیذاریم. خاطرم هستش که استاد بزرگواری که من خودم از ایشان مشاوره میگیرم مشهد بودن و تماس گرفتن که میخوام ببینمت. رسیدم مزار مبارکشون و احوال پرسی و گفتن چه خبر. من یک ریز گزارش کار روزانم رو دادم خدمتشون. گفتن خیلی خوبه الحمدلله، صبح تا شبت مشغول کار علمی و درس و بحث و اینایی. خوشحال شدم که تعریف کردن. گفتن خب کو خانواده؟ گفتم که آجا خونن. گفتن نه، تو برنامه شما کجاست؟ و همه قسمت‌های برنامه به فضل پروردگار خوب، اما خانواده کو. دیدم انقدر خودم مشغول شدم به این قصه که فراموشم شده اصلا. لذا ما از اون جلسه که از خدمت ایشان اومدیم وعده‌ای کردیم به خانواده که حالا نواقصی هم تو کار بوده که انشالله به بزرگواری خودشون میبخشن، اما ما یک روز بعد از ظهر در هفته رو تعلق دادیم به ایشان و سعی کردیم که همه ارتباطات خارجی رو قطع بکنیم، اصلا برنامه ریزیش هم با این بزرگوار. البته بازم با گرفتاری های ما مراعات ما رو میکنن، ولی بالاخره اون بینش مشاور که از بیرون نگاه میکنه به قصه خیلی متفاوته. من به حسب وظیفه عرض میکنم، عرض ارادت مخلصانه از طرف خودم و همه همکارانم و کلن عزیزانی که فعالان مذهبی هستن دارم خدمت همه خانواده هایی که حقشون رو واگذار کردن. یعنی جدای از تایمی که براشون صرف نمیشه، اونها هم از زمان و حق خودشون گذشتن و پیشکش کردن محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حالا با یه نگاه جمع‌تری بخوام عرض بکنم، خصوصا برای بچه های شبکه امام حسین علیه السلام که حقا خانواده هاشون صبوری میکنن و حمایت میکنن عزیزان رو یک به یکشون رو که بتونن در خدمتگذاری ابا عبدالله الحسین علیه السلام موفق باشن، هم از چندین و چند ماه دوری و ندیدن خانواده گرفته، چه حتی دوستانی که مثلا در کربلا هستن با نبودشون برای خانوادهشون بعضا فرق نمی کنن، اما الحمدلله موفق به خدمتگذاری ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن و الحمدلله رب العالمین به برکت امام حسین هم کاشانشون گرمه که غیر از برکت امام حسین علیه السلام نمیتونه باشه. و توصیه میکنم به همه خانواده های بزرگوار، چون بعضا این رو حتما توی بحثمون بهش میرسیم که بزرگواری تا قبل از اینکه ازدواج کنه پای ثابت هیئت مسجد نمیدونم روزه بوده، به محض اینکه ازدواج میکنه دیگه حالا مثلا یه فاطمی ببینیمشون یا شورا و تاسوا و دهه اول محرم دیگه نمیبینیمشون تو سر. واقعا من یه بحث مستقلی تو این قصه دارم، اگه عمرمون کفاف بده اون چند شب خدمت عزیزان باشیم. اصلا یکی از شاخصه های خانواده موفق کار مشترک دینیه. انشالله رو این مفصل صحبت میکنیم. من امروز صبح از ایران یه بزرگواری تماس گرفتن که احوالی بپرسن، اوضاع احوال از دوستانی که مربوط هستن، و گفتن که خسته نشدین. گفتم اولا سرزمین سرزمین خستگی نیست، علاوه بر این که من وقتی زحمتهای این دوستان رو میبینم یک انرژی بیشتری گرفتم. یعنی مخصوصا دیگه حالا پشت دوربین رو عزیزان نمیبینن، یه شبی ما دقیقاً موقعی که اومدیم روی آنتن تا 5 دقیقه قبل از این قصه تمام مشکلاتی که اون پایین بود و برقا قطع شده بود و اوضاع احوال، وقتی من تلاش اینها رو دیدم هی به خودم نهیب میزدم که فلانی اگر یه وقتای پرتی هم داری اونا از بین نباید بره، چون یه عده‌ای دارن به شدت زحمت میکشن که اینها رو منتشر بکنن.
اگه قرار باشه یه زمانی از دست بره مدیون همینه ها هم میشم من. لذا به من از طرف خودم که خب معمولا پشت دوربین شما رو کسی نمیبینه، خیلی جاها بوده برنامه های ضبط شده، اما بالاخره تو فضای استودیو پخش زنده یک زحمت های خاصی هست که انشاءالله به نیابت همشون یک زیارت خاص علی عبد موسرزا علیه السلام بکنم و بله و مهمانشون میکنم اونجا انشاءالله که اجرشون با خود سید الشهدا علیه السلام. و قطعا این ارتباط تو خونه که فرمودین نیست مگر نور خود سید الشهدا و عنایت حضرت، ولی کار دنیایی باشه باور کن که زندگی ها نمیمونه. یعنی من تجربه دارم که اگر یه مردی اختصاصا فقط توی بحث کاریش یک قطاع زندگی رو فقط گرفته، اما چون اون خانواده هم این کار باورشه، لذا اون صمیمیتی که شما میگین به فضل پروردگار هست. خدا خیرتون بده. عرضم رو تمام کنم که من ضمن ارادتی که عرض ارادت میکنم و خسته نباشید و خدا قوت به خانواده های عزیز، در این حال که عرض میکنم انشاءالله که از ید پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه دریافت بکنید به تأمین رضایت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خواهش میکنم. بعد راجع به بحث تنظیم توقعات صحبت کردیم و اینکه سطح اعتقادات و توقعات باید یه تناسبی داشته باشه و اگر هم خطایی صورت گرفت دیگه راجع به عذرخواهی و گذشت هم مفصل توضیح دادیم. بعد از اون راجع به پذیرش همسر در فضای خانواده صحبت کردیم و آثار صله رحم رو گفتیم بر زندگی مشترک و همون مثال معروف گل و گلدان رو که دیگه دو شب چون راجعش توضیح دادیم اشاره نمی کنم و مبحثی هم که شب گذشته ادامه دادیم صحبت هامون رو بحث سپاسگزاری و آثار اون بود. از یه جهت گفتیم که خب طبیعتش بر این است که ما کارمون رو خالصانه برای خداوند متعال انجام بدیم، هرچی این اخلاص بیشتر باشه خیلی دنبال رضایت مردم، فهمیدن مردم و یا اینکه منتظر تشکری از مردم باشیم نیستیم، اما از اون طرف هم دین به ما دستور داده است که وقتی یک کسی یک کار خوبی انجام میده شما حتما شکرگزار باشید که اگر این کار رو نکنید شاکر حضرت حق نبودید. یک فضای دو سویه است و آثاری هم داره که به دو تا از اثراتش اشاره کردیم، یکی خود ایجاد صمیمیت بیشتر در خانواده و دوم هم همون بحث سیره عملی آموزش موارد این چنینی به بچه هاست که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. وقتی بچه ها این رفتار را از والدین ببینن اتوماتیک اینها ملکه ذهنشون میشه و کم کم هم تو این فضا قرار میگیرن. این چکیده مباحث بود که تا امشب در خدمت سروران بزرگوار بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بودیم و امشب هم یه بحثی رو داریم با عنوان عدم توقع انحصار عشق و محبت در زن یا شوهر، که اگر سوال خاصی ندارین من این رو توضیح بدم. نه خواهش میکنم، اتفاقا بحث زیباییه. بله، من یک موضوع رو عرض میکنم و یه روایت میخونم و اون این که دو تا عبارت داریم از نظر معنا خیلی نزدیک به همن، یکی انجام کار درسته و یکی انجام درست کاره. من یه روایت بخونم بعد در فضای اون روایت این عبارت رو توضیح بدم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام می فرماین که العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق، یه کسی که یه فعلی رو انجام می دهد و برای انجام اون فعلش هیچ آگاهی نداره، بدون بینش از ابتدای کار، میانه کار، نتایج کار اطلاعاتی نداره، حضرت می‌فرمایند مثل یک راهروی است، مثل یک رونده است که در غیر مسیر داره حرکت میکنه. الان فرض بفرمایید که در نقطه الف هستیم، اصلا مثال همین سرزمین نورانی رو بزنم، کربلا هستیم، می‌خوایم بریم نجف. خب مسیر مشخص، اگر ما فرض بفرمایید که به این سمت باید حرکت بکنیم، سمت مخالف رو بریم، یه فعلی داریم انجام میدیم، همون فعل رفتن داره صورت میگیره. ممکنه خیلی تمام قواعد راهنمایی رانندگی و جاده و ماشین و همه اینا رو رعایت بکنیم، اما هرچی که بیشتر میریم از مسیر دورتر میشیم.
و حضرت فرمان ولا یزید هو سرعت السیر من طریق الا بعدا، هرچی هم که سریعتر میره دورتر میشه. اگر ما یه فعلی رو قرار است که انجام بدهیم، یه کاری رو قرار باشه انجام بدیم، اطلاعات خوبی راجع به اون کار یا حتی مدل انجام اون کار نداشته باشیم، هرچی که بیشتر کار انجام میدیم فکر میکنیم داریم محبت میکنیم، در صورت که دورتر میشیم. هی میگیم که ما داریم آقا یه فعل خوبی رو انجام میدیم، چرا یه همچین فضا، چه اتفاقی میفته، چرا نم بازخورد ها منفی میشه، در صورت که کار خوبیه. مثل اینکه یه دانش آموزی قشنگ بشینه صبح تا شب، فرض کنید که امتحان فیزیک داشته، بشینه درس ریاضیش رو به بهترین وجه بخونه، خب زحمت کشیده، ریاضی هم خونده، اما امتحان فیزیکه. بعدم بره مدرسه بگه آقا من زحمت کشیدم، همه هم میگن باریکلا کار خوبی کردی، ولی کار به درد اینجا نمیخورده. ما هم باید برای انجام کار درست آگاهی داشته باشیم، هم در انجام درست کار دقت داشته باشیم. یعنی هدف انجام درست کار درسته. احسنت. یعنی دیگه من اینجوری نچیدمش کنار هم، یکی موقع ذهنها خیلی درگیر قصه نشه. یکی از مسائلی که تو خانواده ها هست این توقع نابجایی است که گاهی اوقات بعضی از زوجین دارن به این که ما ازدواج کردیم، یک شخصی شد همسر ما، توقعش اینه از امروز که ما این صیغه انکحت و جاری شد، محرم شدیم، اومدیم تو زندگی هم دیگه، انحصاراً تمام محبتش باید مال من باشه. خب این خیلی خواسته نابجاییه. ببینید اینی که یک نفر باید نسبت به همسرش محبت داشته باشه کار درسته است، نسبت به خانوادش محبت داشته باشه کار درسته است، اما انجام درستش اینه که اون محبت درست انجام بده. با یه مثال عرض بکنم، یک خانوم، یک آقا وقتی که ازدواج میکنن، مثلا فرض بفرمایید در سن 20 سالگی برای آقایون، خب این 20 سال قبل زندگیشو کجا بوده؟ این با توی خانواده رشد کرده، با اون خانواده معنوس بوده، اصلا تاریخ آشناییش و میزان آشناییش با اون خانواده خیلی بیشتر از این عروسیه که تازه اومده تو زندگیش. محیط تربیتیش، محیط رشدش، تمام روزمرگیهاش، اونسی که با اونها داشته. این نمیشه توقع داشت که یک کسی وقتی که ازدواج کرد دیگه تمام محبتش رو معطوف بکنه فقط و فقط به همون شخصی که اومده تو زندگیش. بله، اصلا این آغاز خیلی از گرفتاری هایی که الان ما توی خانواده ها داریم میبینیم همین توقع انحصار عشقه که بعد شرایطی رو ایجاد میکنه. یه سر این دعواهای مادر شوهری عروسی، دعواهای مادر زن و داماد، سر اینه که فکر میکنن وقتی که مثلا الان دختر دادن به پسر، اون پسر توقعش اینه که این خانوم تمام کانون محبتش و عاطفه‌ش رو جذب این بشه، خب از اون طرف هم دارن احساس خطر میکنن. خب بابا این دختر من بوده، 20 سال با من زندگی کرده، 18 سال با من زندگی کرده، الان شما میخواید که دیگه اصلا یه جایی مثلا مهمونی نشستیم دور هم دیگه، یا آقای بزرگوار میگفت میریم خونه مادر شوهرم، این داماد با خواهرش روبوسی میکنه، ناراحت بود که اوضاع حوالی را انداخته بود که گفتم که خواهر من نامحرم رو که نبوسیده که، خواهرشه. شما چند وقت اومده تو زندگیش؟ نهایت 6 ماهه به گفته خودتون. این آقا با اون خواهر تازه، حالا جالب اینجا که این دو تا دو قلو هم بودن، گفتم اینها 21 سالش بوده، 22 سالش بوده، با شما ازدواج کرده، 22 سال تو یک خونه مشکلاتشون رو با هم رفع کردن، خاطراتی دارن، نمیتونه خواهرش نبوسه. بله، کار درست اون آقا حفظ اون ارتباط عاطفی با خانواده خودشه. انجام درست کارش هم به اینه که جوری نباشه که حساسیت ایجاد بشه، مدیریت محبت مدیریتش بین او و شما. یه کاری که مثلا فرض بفرمایید که اگر
بانوی خونه رو مثلا یه حالتی نداره که دستی به سرش بکشه، خب این کار رو وقتی با خواهرش انجام میده، خب طبیعتش اینه که اون خانم احساساتش تحریک میشه. یه بزرگواری میگفتن که به زور مثلا اگر که یک دستی از من یک فشاری بده، ولی تا میریم خونه پدر خانومم، مثلا خواهرش رو که میبینه از با هم بودن و خب گاهی اوقات به حد اینه که سر به سر هم بذارن، کشتی بگیرن، نمیدونم همدیگه رو هول بدن، و من میگم خب بابا منم که بالاخره اومدم تو زندگی، نمیگم که اون کارا رو با من بگم، ولی حداقل یک سری انتقال عاطفی تو این فضا رو با من میتونی داشته باشی. لذا مدیریتش خیلی مهمه، یعنی علاوه بر این که باید کار درست رو انجام داد و این توقع رو ایجاد کرد که یک کسی که یه عمری با یه عده‌ای زندگی کرده، تمام اون محبت رو فقط لازم و ملزوم خودش ندونه، که حالا الان که دیگه با اون ازدواج کرده با هیچ کس نباید ارتباط برقرار کنه. خب این حرف غلطی، این ارتباط رو باید داشت، اما اون طرف هم باید مدیریتش بکنه. یه نکته مهم دیگه هم هست و اون این که وقتی یک زوجی با هم ازدواج میکنن، این شاید بیشتر به درد زوجهای نو و تازه میخوره، خیلی اصرار نداشته باشیم که همسرمون رو مستقیم به خانواده خودمون معرفی بکنیم. من ازدواج کردم، یک بانوی خوبی خدا قسمت کرده، اذا اراد الله به عبد خیرا زوجه زوجتن صالحه، تو اینو بها فی دینه، یه همسر خیلی خوبی خدا قسمت کرده، عالی. بعد وقتی بیام تو خونه هی از این تعریف بکنم، حساسیت ایجاد میشه. همون حرف است، ببین قراره که فرزند ما رو از ما بگیره، ببین چه جوری خودش تو دلش جا کرده، هنوز 6 ماه نشده همش میگه خانومم خانومم خانوم، این بره سر زندگی دیگه ما رو یک آتیشی درست میشه این وسط، جبهه مستقل خانواده یک زوج در مقابل اون نفر مقابل. ما خیلی باید حوصله بکنیم، باید یه سری چیزها رو بدیم دست زمان. نیازی نیست من تا راه میرم تو خونه مثلا به خواهرم، به بانوی، به مادرم بگم که این خانوم من تو خونه چنین میکنه، دستپختش چنینه، نمیدونم تو نظافتش این شکلیه، در ادبیات گفتارش این شکلیه. بله همه این محسنات رو داره الحمدلله، والا از تو لپ که پیداش نکردی، همین مامان و همین خواهر و همین ها رفتن برات گرفتن دیگه، بالاخره کلیاتش رو اونا هم دیدن. بله این ریز قصه رو شما معنوستر شدی، اشکالی نداره، به جای این که هی جبهه ایجاد بکنی، هی روحیه اونها رو حساس بکنی، بذار زمان کم کم مشخص میکنه. خانم شما هفته یه مرتبه دو مرتبه، به روحیات خانواده ها متفاوته، البته یه مرتبه دو مرتبه که میگم مال دوره هخامنشی هاست و اون اوضاع احوالای قدیم، الان که ماشاءالله هر شب همشون با هم هن. خب الحمدلله محیط گیری نداره، این حالا اون قاعده ای که قبلا میگفتیم کم برید عزیز باشین، اصلا کلا صدش شکوندن، ولی یه جاهای این فرهنگ هست خوب رعایت بشه. اینا مال بحثای تو دوران عقد که خیلی نمیخوایم واردش بشه. اما این خانم رو وقتی بردی خونه مامان خودت، این آقا رو وقتی بردی خونه مامان خودت، خب طبیعتاً رفتارش در اونجا خورده خورده اونا هم میفهمن. همینی که شما میخوای به زور در حد مثلا در زمان یه هفته مشخص کنید تو خونه خودتون که مثلا خانوم من خیلی خانوم خوبیه، ببین شما یه توقعی ایجاد میکنی که وقتی میگی خوبه، اینا دیگه هیچ خطایی رو نمیتونن بپذیرن. طبع آدم اینه، یه جای خطایی هم میکنه، این همونی بود انقدر تعریف کردی. یه آقای بزرگواری میخواستم برن یه منطقهی برای یک زندگی موقتی، خیلی دوستان از اون شرایط اون منطقه آب و هوایی خیلی بد گفته بودن. خاطرم هست که حدود یه ماه از این سفر ایشون گذشته بود، من تماس تلفنی باشون داشتم، گفتم اونجا اوضاع احوال چطوره، ایشون گفتن که فوق العاده عالی. بعد بهش گفتم بابا خیلی از نظر میگن آب و هوا خشک، بیماری، گفت نه همه چیز عالی. بعد به دوستانم گفتم این به خاطر این شدتی که شما اصرار کردین، انقدر تو ذهن خودش اون بده رو ساخته که الان هر سختی هم که اونجا میبینه هنوز به اون بده خودش نرسیده، لذا میگه خب خوبه. در صورت که واقعا اگر خیلی شما ازش تعریف میکرد اونجا خیلی عالیه، با کوچکترین گرمایی که میخواد شکایتشو ابراز میکرد.
وقتی که اصرار داری به زور خانومت رو، به زور شوهرت رو تو خونه معرفیش بکنی، نمیگم این کارو نکن، اینا تو بحث احترام خواهیم گفت، اما اینی که ویژگی هاشو به زور بگی، آب دستپختش فوق العاده است، اشکال نداره، دعوتش میکنن خونه خودشون، یه روز میگن شما غذا درست کن، خدا نکنه یکم کم نمک پر نمک یا یه جوری دیگه در بیاد، ببین چه اتفاقی میفته. این همونی بود که انقدر تعریف، حالا دیگه بعد نمیشه این دیوار رو ساخت یا به سختی میشه ساخت. این زمان خودش این کار رو انجام میده، یعنی این که من خورده خورده خودش کم کم میاد اونجا، یه مرتبه میبینه مثلا دارن تو آشپزخونه، میگه مثلا غذای این سری رو من درست میکنم یا نمیدونم نظافت رو من انجام میدم، یکم با اهل خونه صحبت میکنه، ادبیاتش رو میفهمن، اون حساسیت دیگه ایجاد نمیشه. درست شد؟ این انحصار عشق، انحصار محبت، یک توقع خیلی نابجاست که اگر رعایت نشه خیلی معضلات داره و متاسفانه مخصوصا تو اونهایی که استارت اول زندگیشونه زیاد میبینیم. خب فکر میکنه الان که این ازدواج صورت گرفته دیگه این کلمه دوستت دارم فقط مال منه و بس، در صورت که ما خیلی کلمه هامون در لفظ مشترکه اما معناش یه چیز دیگه است. شما بوسه ای که بر پیشانی مادر میزنین، بوسه ای که بر همسر میزنه یا بوسه ای که بر دست فرزندش میزنه، همه ما میفهمیم که مغزش یه چیز دیگه است، فعل یکیه و در عبارات هم همینطور. بله، اونجا ممکنه به برادرش بگه مثلا فلانی من خیلی دوستت دارم، خب طبیعتا دوست داشتن اون برادر معنا و مفهوم همخونیه، تا اینی که اصلا نمیشه اینها رو منکر شد. شما در جریان حضرت یوسف در یه قسمتی میخوندم که وقتی برادران اومدن پیش حضرت یوسف، خب نمیشناختن، لاوی برادری حضرت یوسف بود، خب از یک مادر بودن، حضرت یوسف یه فرزندی داشتن 3-4 ساله، یه مثلا یه چیزی مثل توپ دست ایشان بود و حضرت یوسف وقتی این بچه با این بازی میکرد، گاه گدار این توپ رو مینداختن سمت لاوی. این آقازاده یا دختر خانم آقا وقتی که میخواست بره تو اون اسباب بازیش رو ورداره، میافتاد تو بغل حضرت لاوی، برادر بودن و یکی دو مرتبه که این بچه رو بغل کرد، سوال کرد از حضرت یوسف، گفت از آل یعقوب کسی تو این خونه است؟ خیلی نکته دقیقیه. حضرت گفتن که چطور؟ نگفتن ها یا نه، گفت وقتی این بچه رو بغل میکنم احساس همخونی میکنم، یه حالت دیگه بهش دارم. خب این حالت هست، حالا یه خانومی یه آقایی یه عمری توی خونه زندگی کرده، 10 سال 15 سال 20 سال، هر موقع به تعداد سنی که بوده، همین تعداد تاریخ آشناییش با اونا بیشتر هست با من یا نه، خب اون انس هم بوده. یه موقع طرف در یه فضای بدی زندگی کرده، اصلا خودش دنبال اینه که ازدواج کنه از خونه بزنه بیرون، این اتفاقات هم نمیفته. در اون حالت هم بازم الگوی خانواده برپا هست، قطعا همینه، یعنی در این تمام ناراحتی ها و اتفاقاتی که میفته، بازم میبینید که تو اون شدائد بالاخره جذب هم میشن. اصلا میگم نه تو حالت صمیمیت، در حالت طبیعی بالاخره ما داریم راجع به خانواده ای صحبت میکنیم که این موارد تعریف شده است، احترام به هم دیگه، صمیمیت نسبت به هم دیگه، ابرازش نسبت به هم دیگه. بعد نمیشود که اون حالت صرفا فقط در همین بزرگوار تعریف بشه، این یه مطلب. قسمت دومش هم انجام درست کاره، یعنی باید دقیقا همین فضا رو تعریف شده، من وقتی میبینم که حساسیت همسر بنده نسبت به این موضوع هست، علاوه بر این که محبتم رو نسبت به خانواده یه سری کارا رو میذارم موقع که همسرم نیست، ولی یه سری چیزهای دیگر رو در حدی که برای خانم خونه، برای شوهر خونه هم رعایت میکنم، برای اونم رعایت میکنم. لذا این دو طرفش رو میطلبه، مثل بحث عذرخواهی و گذشت که روایاتش رو هم خوندیم که هم از این طرف باید در فضای پوزش وارد شد، هم از اون طرف باید کریم العفو بود، از این طرف هم باید در فضای ابراز محبت و صمیمیت و حفظ کانون کلی خان. ازدواج کردیم دیگه، قطع رحم که نکردیم که بگیم آقا دیگه رفتیم و خدا نگهدار شما. نه، من گاهی اوقات هنوزم آقا این
خندم میگیره، ولی اعتراض منم وارد نیست. هنوزم خیلی اوقات وقتی که دختر خانوما از خونه باباشون میخوان برن خونه پدرشون گریه میکنن. حالا این گریه رو بالاخره همون علقه با اینکه این دختر خانم میدونه بابا خونه همسرش میره، قرار زندان ببرنش. که توی بحث دیشب که داشتیم یه نفر یه سوالی کرده بود، خوب موقعیتش هست الان جواب بدم، که آقا شما میگین که کارهای خونه وظیفه زن نیست، این بحث کلیه، حالا بعضا ممکنه حالا بگیم فقهی یا اصلا بحث کلی. از یه طرف هم میگین که خب شوهرم که امر و نهی نکنه، بعدم حقوقی مثل مهریه و اینا رو گذاشتین، پس ببخشید این خانم میخواد ببینید چی کار کنه. گفتم به ایشان که حداقل برداشت خوبی که میشه از این قصه کرد که خیلی مفاهیم عمده توش داره اینه که اسلام ارزشیست که به مقام زن داده، که زن به عنوان کلفت نیاد تو خونه، که مثلا من زن گرفتم که بیاد اینجا کلفتی بکنه، نه او میاد اما علاقه خودش هم باعث میشه کار تو خونه رو انجام میده. یعنی نمیتونه محبتش از بچهش دریغ کنه که، یعنی یه سری کارهایی که خانم های بزرگوار میکنن فطریست و بنابر فطرتشون انجام میدن و این فضا رو اسلام در یک حالت استقلالی و در یک حالت ارزش گذاری براش ایجاد کرده، اما او فطرتا بچهش رو جمع جور میکنه. بله ما اون شب گفتیم حتی شیر دادن بچه کارش وظیفش نیست، اما هیچ مادری بچه‌ش یه روز بچه شیر نمیخوره، مادران میریزن با هم دیگه، اینا رو متعدد دیدیم، درسته؟ یعنی حالات روحیشون گاهی اوقات میگه انقدر انقلابی ایجاد میشه که مثلا امروز بچه بیمار بوده مثلا درست غذا نخورده، شب تا صبحی که بیدار میمونن. نظافت خونه بالاخره طبع خود انسان خود داره زندگی میکنه. و حتی چقدر ما، من این رو از حدود 15-20 سال قبل که یک مقاله خاص خوندم از یکی از مدیران ارشد یکی از کشورهای خاص که بانویی بودن، جزء 5 تا مدیر برتر اون کشور خودشون بودن، وقتی یه مصاحبه با ایشان داشت، مثل همین مصاحبه از نگاه دیگر، اصلا راجع به کارش نبود و راجع به روحیات و زندگی و این حرفا، وقتی از ایشون پرسید بزرگترین آرزوی شما چیه، گفت این که این پیشبندمو ببندم تو خونه، حالا به قول ما ایرانی ها شامی کباب درست کنم برای بچه ها. اخیراً هم یه مصاحبه با یکی از جراحان خیلی زبده کشور خودمون در یکی از شبکه‌های تلویزیون داشت نشون میداد و رو همین موضوع من فقط برنامه رو میدیدم، و اون این که ایشان با اینکه جراح خیلی قوی بود، بروبیایی داشت توی بیمارستان، این جملهشون خیلی به خانواده خودم گفتم خیلی جمله دقیقیه. ایشون گفت بچه های من تو خونه که قرار نیست با یک جراح زندگی بکنن، مادر میخوان. ببینید در عین همه اون پیشرفت هایی که کرده، انشالله در بحث خانداری و خانه آرایی این رو بحث خواهیم کرد که هنرش رو داره اونجا اون بچه خودم، من اگه بچه هم برسم مهمه. چون حالا این فضایی که توش قرار گرفته، این تعریفی که اسلام کرده، این یه موضوعیه که بالاخره خود بانوی خونه فطرتا خیلی چیزهاشو انجام میده، اون اهمیت و ارزش گذاری که خدا برای شخصیت زن کرده. لذا این بحث انحصار طلبیه یک کسی که تو اون محیط بوده، در یه محیط خانواده بوده، چه مرد چه زن فرقی نمیکنه، تو اون فضا بودن خیلی توقع نابجاییست که ما بخوایم انحصارا فقط مال ما باشه. از این طرف این توقع نابجاست، از اون طرف هم رعایت میخواد، یعنی درک متقابل هم احسن. بسیار مهمه. بله باز هم تاکید میکنم، البته یه ادامه‌ای داره صحبت من که فکر میکنم اگه اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم. باز هم تاکید میکنم مجدد که اگر رعایت نمیشود در فضای مباحثه نشد مشاور، انشالله برمیگردیم که به مجادله نینجامه. یک میان برنامه خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم و بازگردیم از استودیوی تل زینبی خدمتون باشیم. با خیال روی ماهت می روم هر شب به خواب، از خدا خواهم که دیگر بر نتابد آفتاب. با خیال روی ماهت می روم هر شب بخواب،
از خدا خواهم که دیگر بر نتابد آفتاب، گر جمالت را به رویا یک نظر بیند کسی، بهتر از صد سال بیداری بود آن لحظه خواب. گر جمالت را به رویا یک نظر بیند کسی، بهتر از صد سال بیداری بود آن لحظه خواب. بهتر از صد سال بیداری بود آن لحظه خواب. وصل رویت را زهد هر شب تمنا می کنم، کی شود یارب دعای خسته حالان مستجاب. پیچ و تاب عاشقان هر لحظه افزون تر شود، هرچه افزون تر دهی بر زلف پرچین پیچ و تاب، هرچه افزون تر دهی بر زلف پرچین پیچ و تاب. حال ما بی رویت ای دریای رحمت حالتیست، همچنان ماهی که بیرون افتد از دریای آب، همچنان ماهی که بیرون افتد از دریای آب. ما به امید نگاهی رو به تو آورده ایم، ما به امید نگاهی رو به تو آورده ایم. از گدایان درت ای شاه خوبان رو متاب، از گدایان درت ای شاه خوبان رو متاب. بهتر از صبح سعادت باشد ای خورشیدش، گر به هنگام سحر بیرون بیایی از سحاب. خوشحالیم که همچنان همراه هستید با ما با برنامه سرزمینش و موضوع دین، آرامش، زندگی. آخرین چیزی که در موردش صحبت کردیم بحث درک متقابل، خیلی وقتها یک طرف همه آنچه که شما میفرمایید رو رعایت میکنه، اما طرف مقابل واقعا درک متقابل رو نداره نسبت به اون موضوع. یکی از بزرگوارانی که من باش در ارتباط بودم، ایشون سر عبارت عزیزم کارش تا جدایی پیش رفت. چرا؟ چون تکیه کلامش بود. من خودم اتفاقا تکیه کلامم هست، تکیه کلامش بود عبارت عزیزم رو استفاده میکرد، به دوستش میگفت، به خانوادهش میگفت، به خانمش هم میگفت. خانمش حساس شده بود روی این عبارت که این عبارت رو یا به من نگو یا به دیگری نگو، لفظ مشترک استفاده نکن. و حرف ایشون این بود چطور میشه که هم من عزیزت باشم، هم دوستت عزیزت باشم، هم خانوادت. و در موردی که طرف درک متقابل نداره یا نمیتونه او همراه بشه با این دستبندی که میفرمایید، در اون حالا چه باید کرد؟ من یه مثالی بزنم دیگه. فکر میکنم الان حتی بچه های ما هم با کامپیوتر سرکار دارن، یعنی دیگه مثال این شکلی بزنم همه متوجه میشن، مخصوصا حالا تو فضای زوجهای جوان که دیگه تو نسل ما بودن و خیلی راحت با اینا در تماس بودن. ببینین، شما یه صفحه مانیتور دارین، حالا یا لپتاپ یا پی سی، فرق نمیکنه، یه دسکتاپ داره، یه صفحه اصلی داره، این بک‌گراند این صفحه، اون تصویر پس زمینه اون صفحه. شما فرض کنید که این صفحه یه عکس خاصی داره، یه سری آیکون هم روش چیدین، مای کامپیوترتونه، فولدرهای خودتونه،
بسته‌بندی‌ها، پوشه‌هایی که گذاشتیم بسته به اهمیت. یه سری از این پوشه‌ها اصلا پاک شدنی نیست، سیستم عامل به شما اجازه نمیده. میگیم هایدنش میتونم، مخفیش میتونم بکنم، پاکش نمیتونم بکنم. یه سری‌هاشو خودتون می‌ذارین دم دستی که مثلا مطالعه کنین، پاکش می‌کنین. آره. یه سری‌هاش هم یه جایی می‌ذارین که همیشه ببینین، کاری که دائم بهش رجوع می‌کنین. قلب آدم اون دستاپه است. یه بک‌گراند دارین. ما اعتقادمون اینه که مال خدا و اهل بیت. یعنی اون محبت این خانواده باید اصل قلب ما رو اون پر کرده باشه. بقیه آیکونایی هن که روی میچینیم، یه سری آیکونا رو نمیشه پاک کرد، مثل پدر، خانواده، مادر، خواهر برادر، همسر. یه سری چیزا هستش که خب آدم یه مدتی بنابه مثلا موقعیت شغلیش آشنایی داره. بعضی از دوستان هم هستن که ماندگار میشن چون اعتقادات توی فضای ثابتیه. اینی که من حالا همه اینها رو دوست دارم، معناش این نیست که اگر من برادرم رو دوست دارم شما رو دوست ندارم. قطعا دوست داشتن دوتاییتون جا میگیره اینجا، اما تعریف داره. اولا که اصل اون دوستیه بر مبنای اون فضای اعتقادی است. یعنی ممکنه یه نفر با یک خانواده هم باشه، ببینه از اون فضای اعتقادی مثلا برادرش خارج شده، علقه نسبت هست، اما طبیعتا دیگه اون ارتباطه نمیتونه برقرار بشه چون فضای اعتقاد چیزی هست. ممکنه با این نفرم بیگانه باشه اما اعتقادی یکی هن توی فضا زندگی میکنن. اینی که حالا مثلا من به همسرم بگم عزیزم، به پدرشم بگم عزیزم، به پدر خودم بگم، به دوستم بگم، این اصل محبت که عرض کردیم قصه تعریفش چجوریه، جنسش متفاوته. یعنی نباید ایجاد کرد که این چیز رو تو ذهن خودمون هی پرورش بدیم که الان مثلا این عزیزمی که به من گفت، مثلا به برادرش گفت، از مال من قیچی کرده داده به اون. شما جات محفوظه، یا آیکونی مشخص هم از کجایی، همیشه در دسترس، همیشه خاص. هم این دوست منم الان اومده این لفظه. ببینید ما در اتفاقا در بحث گفتمان درون خانوادگی این رو صحبت خواهیم کرد. حتما اونجا اگر من فراموش کردم شما یادآوری بکنید، راجع به اطیب الکلام آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه حرف بزنیم. حضرت فرمان شیک صحبت بکنید، چه اشکال داره من همه رو با الفاظ خوب به کار ببرم؟ اینی که قرآن تأکید داره ولا تنابزو بالالقاب، هی لقب های بد بالا هم دیگه نذارید، خب همه رو آدم دوست داشتن با الفاظ خوب صدا بزنه. اشتراک لفظ معناش تقسیم نیست، از مال شما کندنه نی. حالا اگر یه شخصی خودش میتونه این رو منتقل بکنه به همسرش چه بهتر، نتونست همون مشاور که میاد. ببینید من تأکید رو روی خانواده اطراف داشتم، شما یک مقدار گسترده تر به این موضوع دقت بکنید. بحث دوست، بحث آشنا، بحث استاد، بحث شاگرد، این توقع درستی نیست که ما بخواهیم نفر مقابل ما در زندگی یک قسمتی از زندگیش که هویتش رو تشکیل داده همه رو اگر که خوب بودن پاک بکنه فقط بیاد سمت ما. چه اشکالی داره اگر استاد خوبی داره هنوز اون فضای احترامه باشه، شاگرد خوبی داره فضای احترامش باشه، محبتش باشه، دوستی داره؟ مگر آقامون امیرالمومنین علی السلام نفرمودن که ناتوان ترین افراد کسانی هن که نمیتونن دوست انتخاب بکنن؟ ناتوان تر از اونا کیان؟ کسانی که دوست دارن و دوستاشون از دست میدن. خب همسر من یک چند سالی رو با یه دست دوستانی بوده که خب تعریف خوب دارن، دوستان خوبن، یه بخشی از هویتش تشکیل شده. شما نمیتونی هویت یه نفر رو بگیری. میخواستم یه مثالی از مرحوم شهاته بزنم، به دلیلی مطرحش نمی کنم. خیلی تیکه قشنگی داشت اینجا نسبت تو بحث سب و لعن که وارد میشد. ایشون تمام ناراحتیش رو همین بخش بود که اون مسیر خط خلفا یه کاری کرده که اون هویت منو از بین برده دیگه. حالا میگم چون نمیخوام وارد میترسم بحثای اعتقادی پیاد بخوایم توضیح بدیم از موضوع خارج بشیم، اما بحث اینجاست که یه بخشی از زندگیش هویتش بوده
و اگر خوب بوده، یه موقع دوستان بدی بودن، چه بهتر که کات بشن. یه موقعی اصلا میگیم خانواده‌ای هستن که خدایی نکرده در فضای معصیت وارد شدن، اصلا کات بشن. ام استاد بدی بوده، شاگرد بدی بوده، اینو همه رو بزنین کنار. ما داریم در حالت منطقیش رو صحبت میکنیم، همه خوب بودن. خب من نمیتونم ازش بخوام که دیگه این محبت نداشته باشه، اما اینم باید بفهمم که معنای اون محبت با این یکی نی. ببینید، اگر یک انسانی دوستان خوبی داشت، دوستانی که تعریف شده، من یه روایت نورانی از امام کاظم علیه السلام در کتاب شریف تحف العقول هست، جاهای دیگه هم هست، بهارم از تحف آدرس داده، تو امالی هم فکر میکنم که این عبارت رو دیده باشم، اما آدرس دقیقترش در کلمات قصار امام کاظم علیه السلام تو تحف العقول. اونجا حضرت میفرمان اجتهدوا فی ایکون زمانکم اربع ساعات، زمانهاتون رو به چهار قسمت تقسیم بکنید. بعد حضرت میفرمان ساعت لمناجات الله، یه بخشی رو اختصاص بدید برای مناجات با خدا. وعده ما با بینندگان عزیزمون یک روز روزگار دیگری که اگر توفیق شد و حضرت پای الطافی که همیشه به ما داشتن مجدد برای ما امضا کردن در محضر مبارک بینندگان باشیم، این عبارتهای روایت رو اونجا توضیح میدیم، تو بحث ما نیست. همین ساعت لمناجات الله یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه تایمی رو بذاریم فقط برای مناجات، بقیه شو ول کنیم، یا نه اینکه بالاخره یه بخشی باید به این تعلق بگیره. 24 ساعت، 168 ساعت هفته، چه مقدارش مختص حضرت حقه، باید اونا کار کرد. ساعت لامر المعاش، حضرت فرمودن که یه تایم رو بذارید برای معاش. این هم یه دنیا بحث داره، حرص چجوریه، سوداوری در اسلام چیه، دستور به کار چیه، اینا بحثایی است که اهل فن و اهل تحقیق قطعا روش کار کردن و مطلب خیلی خوبیه که اگر به عنوان ویژگی های مکتب تشیع اینها تعریف بشه و به همه دوستان بیننده ما رسیده بشه، اونهایی که تو این قسمت ها مطالعه نداشتن اون آموزه های شیرین مکتب رو بگیرن. یه قسمت حضرت فرمودن و ساعت لمعاشرت الاخوان و ثقات، یه تایمی رو بذار برای بودن با برادرانت و کسانی که ثقن، یعنی قابل اعتمادن. اینا چه جور آدمایین؟ الذین، آدمایی هستن که یعرفونکم عیوبکم، عیباتو بهت میگن، و یخلصون لکم فی الباطن، اگر عیبتم میگن نمیخوان که زایت بکنن. اینکه آقا امیرالمومنین فرمودن کسی که نهیت میکنه دوست داره، توی مجموعه ورام هست عبارت، حضرت میخوان بگن که یعنی خیرتو میخواد. یک کس، یه دوست خوب اگر داشته باشیم که این دوست خوب ایرادات ما رو به ما بگه، نواقص کار ما رو به ما بگه، چه در بحث فردی چه در بحث اجتماعی، خب بهتره تا اینی که دیگرانی به ما بخندن. یک همچین دوستی حضرت فقط یه وقتی رو بذار باهاش بشینی، گفتمان داشته باشی، حرف بزنین با هم دیگه، ایراداتون به هم، همون مطلبی که اون شب عرض کردم، هدیه کنید به هم دیگه، موجب تعالی هم بشین. حالا اگر یه نفری در طول دوران زندگیشی همچین دوستی داشت، که اینها رو دیگه اگر خیلی بخوایم تطبیقی کارش بکنیم، ببینید توی عبارات روایتامون هم هست، حضرت فرمودن ببینید با کی راه میره تا ببینید چه شکلیه خودش، رفتارش. شما رفتی یه نفر انتخاب کردی، باهاش ازدواج کردی، کلیاتش هم پذیرفتی، ویژگی‌هاش هم پذیرفتی، خب این تو همون فضا روش کرده، با همون دوستان بوده. اگر دوستان خوبی هست، هستن، خیلی خوبه که حضرت فرمودن مثلا یه تایمی رو بذارید بشینید دور هم دیگه. عبارت روایت هنوز هست، یعنی یه بخش دیگه‌اش که اونم استفاده از نعمت‌های حلال خداوند، که حضرت فرمودن تو این فضای نعمت‌های خداوندی استفاده بکنید و لذت ببرید و انرژی بگیرید برای اون سه قسمت دیگه، که اینم خودش یه دنیای بحث داره که اصلا اسلام چقدر با روحانیت و گوشه‌نشینی و اینها مخالفت‌های خاص داره. اونی که به بحث ما مربوط میشد قسمت سوم روایته، که اگر یه دوستان خوبی هستن، حالا استاد است، شاگرد است، همکلاسی بوده، نمیدونم رفیق دوران تجرد بوده، آدمای خوبی هن، چرا ما این ارتباط رو قطع بکنیم؟ حساسیتی بیجا نباید داشت. من گاهی اوقات به بعضی از دوستانم میگم اگر دوستان خوبی داشتین دوران تجردتون، چه اشکال داره شما سال 10 تا مسافرت برید، دو تا هم با اونا برید، یه بخشی از زندگی شما. جلسات مذهبی با هم داشته باشید، جلسات فامیلی با هم داشته باشید، نه صله رحمی، بالاخره در 15 سال که رد میشه رحم میشیم دیگه، میشه صله رحم میشه.
بچینید دور هم دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم، اینها روحیه میده به انسان، مخصوصا که توی فضای فکری هستن، یه موضوعاتی رو میکشن و صد به چالش میکشن، باعث رشد هم دیگه میشن، البته با رعایت دقیق نکات شرعی. من متاسفانه خاطرات بدی از این قصه هم دارم، یعنی دو تا دوست ازدواج کردن، خیلی هم زندگی خوبی داشتن، عالی هم بودن، بعد خب بالاخره اینا چون بچه های خوبی هم بودن، بعد ازدواج هم ارتباط رو رعایت کردن، اونا که شدن برادر گفته، اینا هم شدن خار گفته، اصطلاح عامیانه خودمون، و اما تو ارتباطات رعایت موازین شرعی نشد و متاسفانه اتفاقات بدی افتاد که خب خیلی دیگه جالب نیست که الان توی بحث شبکه این رو مطرح بکنم، که به جدایی کشید متاسفانه زندگی جفتشون، فقط به جهت علاقمندی‌های متقابلی که ایجاد شده بود از جنس مخالف. خب این خیلی خطرناکه. با همه سفارشاتی که داریم میکنیم، میگیم اون انحصار عشق صرفا نباید معطوف به ما باشد و ما هم باید بفهمیم که اون دوست داشتنه قطعا جنسش با دوست داشتن همسر متفاوته و اومده به عنوان یک شریک زندگی، یک کسی که با همدیگه به فرموده روایات ما تکامل پیدا بکنن، با همدیگه کامل بشن، با همدیگه رشد پیدا بکنن، بعد اون رو ما جنسش رو با بقیه محبت‌های همسرمون یکسان ببینیم و توقع داشته باشیم که با هیچ کسی دیگه این ارتباط رو نداشته باشه، با همه یک ارتباط خشکی داشته باشه، مخصوصاً جلوی ما که اگر یه موقعی شاکی شده بود یه بانوی بزرگواری میگفت که شوهر من هر روز بعد از این که صبحانه میخوره، قبل از اینی که بره حجره، اول میره یه سر از پدر مادرش میزنه بعد میره حجره. این چه کاریه؟ او می‌خواست بره هر روز به اونا سر بزنه، چرا با من ازدواج کرد؟ به این خانم گفتم که شما اگر که انسان فهمیده‌ای باشین که هستین، و برداشت من اینه که الان تو اون فضای بینش نیستین و نمیدونین چه اتفاق خوبی داره میفته، نه اینی که ناراحت نمیشدی، تشویقش هم میکردی، حتی میگفتی فلانی حالا که داری این کارو میکنی، اصلا هفته یه بار صبح‌ها بریم صبحانه رو اونجا بخوریم. آثار رفتن پیش پدر و مادر، امروز داشتم از لسان نبی مکرم صلی الله علیه و آله میخوندم که حضرت فرمودن نگاه فرزند به پدر و مادرش یک نگاه رحمت عبادته، بعد اون دعایی که اونا میکنن، اون اصلا دعا هم نکنن، نفس کار رو که خدا داره میبینه. این درخت گردو خیلی بلنده، اونایی که تو مناطقشون دیدن درخت خیلی بلندیه، خب گردوامون بالاست و این درخت هم جوری نیست که تکونش بدی گردو ها بزن، باید از اون بالا بکنن. این مادر بزرگواری به بچهش گفتش که پسرم دو تا از همین گردو ها برای ما بکن، بچه رفت اون گردو ها رو کند و آورد پایین، تقدیم مادر بزرگوارش کرد و واستاد یه گوشه، مامانم شروع کرد به شکستن و این مغز گردو ها رو میخورد و تموم که شد، بچه به مادرش گفت خب مادر جون یه دعایی برای ما میکردی؟ گفتش که خدا صدای شکستن گردوها رو میفهمه، من دعام تو دلم کردم، ولی به خاطر که بدونی دعام نکنم نفس کار نفس خوبیه. اینی که حالا اون آقا هر روز صبح میره سر میزنه، این که خیلی خوبه، که بعد لطفی که خدا به اون آقا میکنه اثرات تو زندگی خودت میاد. حالا که خدا برای ساخته توفیق داره، یه موقع گرفتارن، بعضیا نمیتونن، با کله صبح باید برن سر کار، هنوز پدر مادر ممکنه تایم استراحتشون باشه، و این یه توقع بی جایی که من میگم چرا اون هر روز میره؟ چرا داشتیم مواردی که اعتراض کردن، اعتراضشون وارد بوده، خانم میگه اصلا صبحونه با من نمیخوره، میره به خونه مام باباش میخوره. این یه افراط خیلی بدیه. خب این کار زشتیه، خانواده حاضر آماده همه چی مرتب، یه موقع باز خانومت خوابه، باز اینها قابل تعمیمه و گیری میگیم روش نیست، تقصیر از خودشه. اما وقتی که شرایط فراهمه، خب آدم باید توی خونه خودش این کار انجام بده. در حالت کلیش این که اگر دوستان خوبی دارند در گذشته زندگیشون بوده و این هنر رو داشتن به فرمایش آقامون امیرالمؤمنین، این توانایی رو داشتن که یک دوست خوب انتخاب بکنن و این توانایی رو دارن که این دوستان خوب رو حفظ بکنن،
قاعده کلیش اینه که بذاریم این فضا ایجاد بشه، آثار مثبتش تو زندگی خودمونه با رعایت موازین شرعیش. یعنی دیگه قطعا در نشستن ها و رفت و آمد ها، اختلاط ها، قاطی هم دیگه نشستن و خدایی نکرده خنده های نابجا، گویش های نابجا، این هایی که دیگه آثارش در روایاتمون فراوانه، میذاریم به عهده اساتید فن که تو این زمینه برای بینندگان عزیزمون صحبت بکنن. این بحث امشب ما تا همین جا تمام. انشالله که موضوع مورد رضایت عزیزان بوده و مطالبی که دلم میخواست از لسان روایات انتقال بکنم مطالبی بوده که کاربردی باشه براشون. اگر عمری باشد انشالله فردا شب راجع به محافظت همه جانبه همسران از یکدیگر صحبت خواهیم کرد انشالله. من برگردم به همین موضوع. چقدر زمان داریم؟ 3 دقیقه فرصت داریم. این سوال رو هم طرح بکنم که نقطه مقابل درک متقابل هم یک نکته دیگری که الان اشاره فرمودید، اگه توضیح خیلی کوتاهی بفرمایید، بعضن مشاهده میشه که شخص ازدواج میکنه اما همچنان با خانوادهش زندگی میکنه. یعنی نقطه مقابلش به جای اینکه بیاد توی زندگیش باشه و ترک خانواده بکنه و والدین رو فراموش بکنه، نه، همچنان با خانواده قبلی، یعنی با والدینی زندگی میکنه تا همسرش. در این مورد چی؟ دقیقاً یعنی سفر میخواد بره با خانوادش میخواد بره، یا حرکت مهمانی میخواد بره، یا نشست و برخواستنش با خانوادشه. یعنی همه فاکتور تصمیم گیریش اول روی خانوادش تنظیم میشه بعد روی همسرش. به بعضیا میگن که سر پشت بام نیا میفتی، اینقدر عقب عقب میرن از اون ور میفتن. اصلا همسران نیازمند یک فضای خلوتی هن. چرا یه موقع همین سفر زیارتی اومده بودن یه کاروانی دم توی هتل، حالا بنابرای جلساتی که دیده بودن یه سوالی کرد و اونجا خیلی جالب بود. ایشان گفتش که من مصرم که وقتی مسافرت میریم پدر مادر شوهرم رو حتما به خودم بیارم، علاقه مندیه. یه موقع تو این فضا وارد میشن، دو طرف هم دوست دارن، خیلی خوبه. اما حالا مثال مسافرت رو شما زدید و بقیه موارد، یه قسمت هایی خب اصلا می طلبه که تنهایی با هم باشن برای شناخت بیشتر، یعنی لازمه. درسته که ما میگیم اونها بخشی از هویت زندگی هستن، اما نه اینی که من لابلای صحبت ها هم کردم گفتم اگه 10 تا مسافرت میری 2 تا شو با رفقای قدیمت باش، 8 تا دیگه مال خانوادته. یعنی خانواده یه تایم اختصاصی خودشونو دارن. اگر من احساس بکنم که با خانواده خودم قرار برم مسافرت، مثلا خانواده ایشان یا خانواده خودم رو با خودم ببرم، اون راحتی که تو مسافرت ممکن داشته باشه نداشته باشن، اگر میتونم مثلا چند مرتبه این کار انجام بدم که اینها هم به حق خودشون برسن خوبه، و الا همون مجموعه خودشون باشن کفایت میکنه. با رعایت همون حد اعتدال است. یعنی نباید به عنوان اینی که اونها بخشی از زندگی ما هستن همش دیگه اونها باشن، مهمونی میخوایم بدیم حتما باشن. بله، یه موقع طرفین میپذیرن، گاهی اوقات مثلا اصلا مسافرته یا مهمانی سنخیتی نداره. شما فرض کنید که دوستان شرکتی تو میخوای دعوت بکنی، چه اصراری که خانواده باشن، مثلا برادرات باشن. خب اصلا اون یه محیط کاریه، محیط درسیه، یه تیپی رو دعوت کردین تو این فضا. یه موقع مهمانی عمومیه، خب از همه گروه ها میاد، مثلا 7-8 نفر میخوای دعوت بکنی. برخورد داشتم که مثلا خیلی راحت یه مجموعه علمی رو دعوت کرده خونه، یه آقای بازاری هم گفته یه گروه، یعنی اصلا نداشته، تنهای کنجی نشسته بوده، اذیت هم بوده. لذا اون رعایت اعتدال خیلی مهمه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از بیانات زیباتون. ممنونم از شما که همراه بودید با ما در این برنامه. سوالات خودتون رو و مطالب خودتون رو از طریق پیام کوتاه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برای ما بفرستید. سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. آقا ممنونم، خیلی استفاده کردید. مرتضی علی باهر الادا والی البلی عشق فاطمه مرتضی علی اسد اللهی ولی اللهی علی ابن ابی طالب مولا شاهنشاهی اذن اللهی علی ابن ابی طالب مولا به نجا
نجف پر زده، به حرم سر زده، این دل خسته به ذریح شما، رشته زلف من از ازل بسته. ماهر الادان والی اولی، عشق فاطمه مرتضا علی. ماهر الادان والی اولی، عشق فاطمه مرتضا علی. موبلاهی ترین راهی، یه ماه تو قرآن ما.